خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. به نام خدا سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سالم و سرحال باشید. برنامه امشب ما موضوعش خرید و فروشه. مسئله خرید در حال حاضر اولویت اصلی نیمی از انسان‌های روی کره زمین شده. اون نصف دیگه هم که به خرید اهمیت نمیدن درگیر فروشن. شهر رو تبدیل کردیم به یک پاساژ تجاری بزرگ. یکی در میون بانک و فست فود و پاساژ. همه چی هم می‌خریم. یعنی اگه کنار خیابون دکه بزنن تا حال سرخ شده یه کانگورو بپیچن لای لواش جعفری بریزن در کمتر از یک دقیقه تا ته خیابون صفه، به خصوص اگه از شب قبل خوابونده باشن تو پیاز زعفرون. اکثرمون تو خونه هامون یه چیزایی داریم که خودمونم نمیدونیم کجا کاربرد داره. میگه این ورش درواکنه، اون ورش شکره. مال وقتیه که داری تن ماهی باز میکنی، همون موقع دوز بیاد یهو. هر بارم موقع باز کردن کنسرو دوچار اشتباه میشه، دو ساعت بعد بیهوش کنار یه کنسرو نیمه باز پیداش میکنن. ساعت خریده 8 عقربه اضافه داره. میگه این زمان دقیق اروپا و امریکای جنوبی رو هم نشون میده. به تو چه هست؟ کافیه ببینیم یه جا زدن حراج واقعی. وح وح. کیا اینجوری هم؟ الان باید همه دستشون بره بالا. کیا اینجوری هم؟ همه. خیلی خوب باشه. همه رو میزنیم کنار، میریم تو. آقاه میگه آخه دوربینه دند عقب قطار به چه دردمون میخوره خانم؟ خانم میگه 60% تخفیف داره، بردار. فوقش اگه به کارمون نیومد میذاریم رو جهیزیه دخترها، بردار. اول مارکت یک فروشگاه بزرگ اینترنتیه با 50,000 نوع اپلیکیشن، بازی و کتاب صوتی. برای عضویت در این فروشگاه اینترنتی و استفاده از محصولات و خدماتش یه راه آسون وجود داره. همین الان عدد 1 رو به 3080 پیامک کنید. اینجا که موبایلاتون همراهتون نیست، تشریف بردید بیرون، 1 رو به 3080 پیامک کنید. چه اتفاقی میفته؟ در مرحله اول با پرداخت 10,000 تومان بدون قرعه کشی 190,000 تومان هدیه خرید اپلیکیشن و بازی و کتاب صوتی دریافت میکنید. تکرار میکنم، بدون قرعه کشی. بعد از اون در یک قرعه کشی بی نظیر و خیلی بزرگ با جوایز 6 دستگاه BMW برای 6 نفر و 6,000 جایزه 1,000,000 ریالی برای 6,000 نفر. تکرار میکنم، 6 دستگاه BMW برای 6 نفر، 6,000 جایزه 1,000,000 ریالی برای 6,000 نفر. شرکت داده میشید در این قرعه کشی هم. 1 رو پیامک کنید به 3080. این مسئله مهمیه، بازم راجبش میگم. خب نمایش داریم، چقدر پر انرژی این. قیمت کجایی؟ بیا کارت دارم. اوه.
حالا اگه گذاشتی من 2 دقیقه آرامش داشته باشم. بابا من دیگه ازدواج کردم، زن دارم، دست از سر من بردار. این شلوار من برام گشاد شده، 2 سنجاق قفلی داری؟ بزنم برم کمربند بگیرم بیارم. کمربند میخوای؟ چش الان برات جورش میکنم. چش نه کمربند نمیخوا، جور کن. 2 سنجاق قفلی صبر کن، تو صبر کن. صبر مدیری خوبی؟ قربان تو. چه خبر؟ هیچی جانم. امر هیچی، کار خاصی نداشتم. میگم کمربندت فروشه. کمربندم فروشه؟ آره، یه مشتری دست به نقد دارم، کمربند لازمه. خب پاشه شلوارش افتاده. آره الان موقعیت خوبیه، بچسب. برو، از همین دلال بازی فقط مونده بود، برو پی کارت. میگم که کل من یه کمربند اوکازیون واسط دارم، به کمر مدیری بوده. خب آره میبسته، میومده دورهمی استنداپ میکرده، دوباره برمیگشته خونه. آره اصلا هم سنگینی هیچی روش نبودم، بیشتر جنبه تزئینی داشته. خیالت راحت باشه. من 2 سنجاق میخوام فقط. آه سب کن. میگم مدیری من باش صحبت کردم، پختمش. خب الان 200-300 نونه. خب سگک و واکن شل کن بده بیاد. حیفه. عزیزم لباس همو نمیفروشم، برو پی کارت. ببین الان 2 سنجاق پیدا کنه پریده، خیلی موقعیت خوبیه. همینو بخوای سر خیابون بساط کنی بفروشی، 50 بیشتر نمیخرم. برو میگم. آه خیلی میگم. گل من یه چیز، شما یه بیانه بده به مدیری، بذار حسن نیتت بهش ثابت بشه، فردا صبح اول وقت کمربند تخلیه مال تو. خیالت راحت باشه، پول ببینه شل میشه، اینجور آدمیه. یعنی من یک روز تمام الان بشینم اینجا برای کمربند چه چرت و پرت میگی؟ بودجت چقدره؟ چقدر میخوای هزینه کنی به من بگو، کاریت نباشه. 2 سنجاق قفلی بنگه بودجه میخوای؟ چی میگی اصلا؟ ببین مدیری امشب مسافر، پول لازمه. 400 خیرشو ببینی. به جان خود کمربند سیامک انصاری رو فروختم 350 تومن. یعنی که این مدیری خیلی فرق میکنه. که 2 سنجاق قفلی داری یا نه؟ 380 خیرشو ببینی. اه کجا میری؟ کجا؟ ناراحت نباش. اصلا نگران نباش، من برش میگم، تو فقط شل کن میارمش. گلبن قبلنا یه خونه خوب، خونه ای بود که پنجره داشته باشه، آسمون از پنجرهش معلوم باشه، هوای دوروبرش تمیز باشه و از این چیزا. الان خونه خوب خونه ایست که یه نونوایی چسبیده بهش، به میوه فروشیش که زنگ میزنی انار رو برات آب لمبو کنه بیاره، وانتی از 8 صبح جلو درش داد بزنه خریداریم، پاساژ بغلی که چراغش رو روشن میکنه برق کل محل قطع بشه، و مهمتر از همه این که حتما قطار مترو یه رو بیه بار از زیرش رد بشه، یه جوری که بعد از یه مدت وقتی قطار تأخیر داره اعضای خونه طبق عادت خودشون بلرزونن. الان دیگه هممون انقدر در خرید و فروش حرفه‌ای شدیم که لازم نیست فروشنده بهمون بگه چی داره میفروشه، خودمون با یه سری اصوات و ایما اشاره متوجه میشیم. اینجوری که میکنن یعنی دلار. چوب میگیرن دستشون یه تکون ریز میدن یعنی گوسفند زنده. پشت شهرداری بهت میگن پس پس. پس پس. این یعنی همه چی هست، فقط بگو چی میخوای. یه دم با لبخند لب جاده یا تو شهر کلید تکون میدن، اینا ویلا اجاره میدن. بعضی هم کلید تکون میدن، اینا هم تو کار ویلان، ولی فقط به خانواده اجاره میدن.
آقای اینجا هست که سابقه مشاور املاک داشته باشه؟ شما؟ تازه وارد شدی، بفرمایید. بفرمایید. حال شما خوبه؟ تازه وارد کار املاک شدیم. بله. چند سالتونه؟ 20 سالم. 20 سال. بله. چرا وارد این کار شدی؟ والا پول توشه. پول توشه. بله. این ملکو میخوام قیمت بذاری به من بندازی. بفروشی، ببخشید. بفرمایید. چرا بودجه دارین هم باشم؟ بودجهش خیلی مهم نیست. چجوری باشه رو به آفتاب و اینا اصلا مهم نیست براتون. فقط میخوایم بخریم. اینجا رو میخوام بخرم. اینجا رو؟ الان چیکار جورش کنم براتون یا؟ جان؟ جورش کنم. نه، من خیلی از اینجا چیزی نمیدونم از محسناتش. آه محسناتش رو یه چیزایی برام بگین. بله. رفته محسناتشو ببینه. یه جوریه که میخوای انگار شما بخری. دوبلکس و بله آشپزخونه عالی. بله و بله کابینت ها MDF MDF و بعد دیگه که حیات داره. حیات داره؟ آره حیات داره. خب دیگه دو تا هم در داره. در داره که بچه هم داره. بله بعد دیگه نورخورش هم که خیلی هم خوبه. نورخورش هم خوبه؟ بله. دیگه؟ دیگه کف هم که پارکته دیگه. آره نبودی من چیکار میکردم؟ فکر میکنی موفقی تو کارت؟ دارم سعی میکنم. چند وقت وارد این کار شد؟ والا پنج ماه. پنج ماه؟ بله. دیگه چی؟ دیگه مبلش هم خوبه ولی میبرم. باید درسته منو قورت بدی. نرفتی تا حالا؟ رفت. اینجوری قورت. اصلا نمیفهمی چی شد. فقط میفهمی داری امضا میکنی یه جایی رو. اینجوری نیستی؟ هستم ولی شما بالاخره. نه یعنی خیلی راستگویی تو کار. بله. مثلا بگی این خونه مثلا 15 ساله است. تو MDF واقعا. یعنی میگم این پارکته. نه ایناش هیچی. مثلا کابینت. نمیذاره حرف بزنم. مثلا میری توی اونجا مثلا خونه 14 ساله است مثلا میگین که آقا این ممکنه لوله ها همه از داخل پوسیده باشن و من تضمینی نمیکنم. نمیگی؟ خب میگم باید راست بگی. میپره خب. خب بالاخره راست میگی یا میپره؟ برای اینکه نپره باید دروغ بگی. نپره هم. یعنی نصفه دروغ میگی؟ آره. دروغ میگی؟ یه ذره. دروغ میگی. اونایی که متنفرن ازش دستشونو بالا کن. برای اینکه دروغ میگی. راست میگم. ببین من یه توصیه بکنم. خواست اصلا به درک که میپره. راست بگو. بگو این خونه بغلی الان شما اینجا رو بخری خونه بغلی پس فردا قراره گود برداری کنه ها. اینجا اینو بخری خونه بغلی اینجا قراره برج بشه. خب شما دو سال حداقل پدرتون در میاد. اینا رو بگو بپره. خود ربطی نداره. رب نداره. برو بشین. خیلی ممنون. بابا بگین ماشین میخوای بفروشی؟ بگو این یه بار رو سقف رفته تا کرج. بگو راستشو. چرا میگی که این لک انگوش بهش نخورده؟ بگو این بغلی میکوبن میسازن دو سال بدبختی. بگو این لوله ها از زیر این مستجر قبلی جونشو برداشت فرار کرد شما بدون. بعد شب راحت بخواب.
الکی میگه چشم. شب راحت میخوابی، خب به بپره. الانم راحت میخوابی کل آره نمایش بده. میگم هانی این ماشین قرازه، خب قیمتش خیلی مناسبه، داره میده 5 تومن. خب من یه دفترچه حساب دارم، این واسه ننم بوده، بهم داده 2200 توشه، ولی 2800 باز کم داریم که بخریمش. 2200 خب قی ببین اینو بابام بهم عیدی داده بود، 1200 فکر کنم بیارزه. این چه حرفی بود تو زدی؟ یعنی من طلای زنمو بفروشم؟ طلا واسه زنه؟ این چه حرفی داری میزنی؟ یعنی من مردی هم که چشم دنبال طلای زنم باشه؟ اه واقعا اه. بعدش هم تازه اینو بفروشیم که باز پولمون کمه، میشه 3400. 1200 میشه 3400. خب ببین قی الان عصبانی نشی ها، ناراحت نشی ها، برای قلبت خوب نیست. خب ببین من یه سکه داشتم سر عقد داداشم بهم داد، اونا رو هم میتونیم بفروشیم. این چه حرفی بود تو زدی؟ چه حرفیه؟ تو به من فوش بده از این حرفا نزن. یعنی من چشم دنبال اون سکه دمه؟ یعنی من آدمیم که سکه سر عقدمون رو بفروشم؟ بعدش هم داداش دو تا سکه دادی، یکیشو پیچوندی. نه نه همون دوتا رو منظورم بود، میشه 2,000,000 تومان. خب میزنیم روی این پوله میشه 5400. 2 تومن میشه 5400. یعنی 400 هم اضافه داریم. میگم خب چه کاریه، ما همسایه مامونم اینا یه ماشین خیلی مدل بالاتر دارن و خیلی شیک تره، میگه 12 تومن، ما که 400 اضافه داریم بریم اونو بگیریم. آره خیلی خیلی خوبه، ماشین مدل بالا خیلی به تو میاد، نیست چارشونه ای. ماشین مدل بالا خیلی خوبه. آره آره ببین 2200 که من گذاشتم، خب بعد اون علنگو اون سکای داداش تو، خب 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 نه تو خب تو خب آره تو خب اون گردنبنده که مامانت سر عقد بهم داد زیر لفظی اونو بفروشیم. اصلا رو اون حساب نکنی ها، بعد جوری قاطی میکنم ها، رو اون حساب نکن. ببخش. ولی رو اون دستبندی که دختر خالت داده حساب کن، قاطی هم نمیکنم. آره رو اون حساب کن. خب اون میشه 7,000,000 تومان حدود. میشه 7,000,000. آره رو هم میشه فکر کنم 12,400. 12,400 خیلی یعنی 400 باد اضافه داریم. میگم احمد عمم اینا یه ماشین داره در حد صفره، رنگم نداره، 6 ماه هم بیمه داره، خیلی ماشین خوبه، میگه 30 تومن، ما که 400 اضافه داریم بریم اونو برداریم. آره خیلی خوبه. ببین من الان یادم افتاد که مامان بزرگ من سر پاتختی هم خب یه سرویس طلا بهم داد 30,000,000 تومان، اونم بفروشیم. خوبه خیلی خوبه. ببین بعد بذار حساب کنم، 2200 من گذاشتم، دست درد نکنه، با اون چندرغازی هم که تو بابت طلاهات گذاشتی میشه 42,200. خب میگم حالا ما که 42,200 داریم بریم یه ماشین صفر داریم اتوماتیک، کلا میشه 90 تومن. نظره چیه ها؟ خب من دیگه طلا ندارم. نداری؟ نه هیچی طلا نداری؟ نه دیگه نداری. خب میگم پس اون ساعت تمام بریلیانه که روز خواستگاری دست مامانت بود گفت میدمش به آنی چی شد؟ خب اونو نداد، به جاش یه دستبند داد. نداد؟ دستبند؟ نداد؟ و چرا روز خواستگاری وعده و وعید نه خرشون که از پر گذاشت همه چی یادشون میره؟ واقعا که متاسفم برای خانوادت، واقعا که نداد. خیلی حالا اونو نداده دیگه، به جاش دستبند داد. آها فهمیدم. اونو بفروشیم، حلقه ازدواجمونو بفروشیم، فکر کنم یه 40-50 میلیونی بیارزه. چجوری رود شده این حرفو بزنی؟ یعنی من 2200 پس اندازمو بذارم حلقمم بذارم؟ این چه حرفی بود تو زدی؟ اصلا حالا که اینجور شد 2200 منم دیگه بهت نمیدم. نه 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 من سرمایه ما از کار کشیدم بیرون. نه نه و نمیدم همیتیانه دیگه هم با من حرف نزد. نه نه قی نمیدم قی مسی هستی؟ نیستم. مدیر
مدیری. میگم صدی چند میدی ها؟ جان؟ یه 2200 دارم، صدی چند میدی بهت بدم؟ من از این پولای کثیف قبول نمیکنم. پول کثیف نیست، چرا تعارف میکنی؟ پول میدم بزن به یه زخمی باش، کار کن، کاسه بیکن، ماهی 2300 هم بهم برگردونی، من راضیم. آهان 2200 میدی، ماهی 2300 بهت بدم. آره آره آره، من اینجوری هم دیگه، اسم پول میاد نیشم تو اینجا باز میشه. حالا فکراتو بکن، خواستی تماس بگیر. بفرمی. خب اینم کارتم. کارت ندارم. بفرمی. مثلا علکی علکی من کارت میدم، تو مثلا علکی کارتو بگیر. خب خیلی ممنون. پس فکراتو بکن، تماس بگیر. باشه. اینم کارتم. خیلی ممنون. خب بفرمی. خب به محض اینکه میگیم خرید، بی اختیار یاد خانم ها میافتیم. این سلاطین بی رقیب عرصه متر کردن پاساژ ها، استراتژیشون وقتی با آقایون میرن خرید شبیه محمد علی کلیه. اول شروع میکنن به چرخوندن آقایون تو پاساژ. هیچی نمیخرن ها، فقط از این مغازه میرن تو اون مغازه. توی شروع محمد علی کلی هم انقدر رقص پا میکرد تا حریف خسته بشه. وقتی آقاه خوب خسته شد، هوک اولو با خیره شدن به ویترین یه مغازه خیلی لوکس میزنن. از این به بعد آقاه دستا رو گذاشته جلو صورت، فقط دفاع میکنه. اما دیگه بعد از خرید دوم و سوم میفته، داور داره بالا سرش میشمره. یه لحظه تصویر مبهم پدر مرحومش رو میبینه که داره بهش میگه بلند شو، تو میتونی. میخواد بلند شه، اما خانم بلافاصله ضربه آخر رو با ایستادن جلو ویترین طلا فروشی میزنه. از این ضربه ها که کلن محافظ دندون و دندون و لثه رو با هم پرت میکنه وسط رینگ. موقع چونه زدن هم که دیدین خانم اصلا چونه نمیزنه، 3 ثانیه زیر گوش آقاه یه چیزی میگه، میکشه کنار. آقاه میره جلو، رقم پیشنهادی خانم رو برای فروشنده تکرار میکنه. خلاصه 2 دقیقه بعد آقاه و فروشنده دارن همو میزنن، خانم هم خیلی محجوب یه گوشه تماشا میکنه. آخرین تیر ترکش چونه زنی هم اینه که میگن اگه این قیمت نمیدی ما نمیخریم، خداحافظ. میرن. بعد یه جوری میرن که یه جوری که انگار پشتشون رو میبینن، منتظرن فروشنده صداشون کنه بگه باشه قبول، بفرمایید. اینجا خانم هایی هستن که با شوهرشون تشریف دارن، آقاه از خرید متنفره، خانم عاشق خریده. خانم بیاد تعریف کنه که وقتی با شوهرشون میرن بیرون، میرن خرید، چی میگذره بینشون؟ همسرتون هم هست؟ بفرمایید. بله، بفرمایید. شما شغلتون چیه قربان؟ بالا. روی کوب مبل من. روی کوب مبل. شما خانه داری؟ بله من خانه دارم. شما از خرید خوشتون نمیاد؟ چرا؟ چرا؟ خوشم میاد. خب، پس مشکل چیه الان؟ ایشون از
خرید خیلی خوششون میاد، ولی در چه شرایطی؟ مثلا من میرم پشت ویترین کیف و کفش میبینم، بعد میگم که آقای ساریخانی این کیف خیلی قشنگه. بهشون میگین آقای ساریخانی؟ نه، یا علی آقا. آموقع شدم یا آقای ساریخانی بله، که برام خرید کنه. بعد میدونی چی به من میگه اون لحظه؟ میگه اینا کنار هم قشنگه. فروشی میگم اون سرویس خیلی قشنگه، میگه نه اینا کنار هم قشنگه. من همچین تئوری تا حالا نشنیده بودم، اینا کنار هم قشنگه. جانم چی میگم؟ یه چیزی بگین. واقعا من دیگه قانع میشم، خیلی کارهای سنتی هر جا میرم هر چی نگاه میکنم اینو واقعا راست میگه، کنار هم قشنگه. یه دونه شو که میخری میاری خونه اصلا قشنگ نیست. تا حالا چیزی تو زندگیتون خریدین؟ چون هر چیزی در کنار هم قشنگه. آی ساری خانی بفرمایین. هر چی احتیاج داشته باشین می‌خرید. هر چی احتیاج داشته باشین می‌خرید. احتیاج داشته باشین. همه رو می‌خرید، همونا که کنار هم. احتیاج داشته باشین تو زندگی. چیا رو نمی‌خرین؟ مبل نمی‌خرم. مبل که خودتون میدین، کار خودتونه. دیگه چی؟ چی نمیخرن؟ چی نخریدن؟ خونه هم چون که کارشون با مبله، بعد دوربرشون تو مغازه شلوغه، میاد خونه میگه من دوست ندارم هیچ روی زمین باشه، خونه خلوت باشه. هر چی شما انتخاب میکنین روی دیوار نصب باشه. بعد ما الان مثلا خونمون الان همه فکر میکنم یخچالتون الان نصب روی دیواره. یه یخچال مجردی داریم، بزرگ نباشه خونه رو نگیره. شما فرزند دارین؟ بله. اونا هم رو دیوار نصب. آقا چیا الان رو دیوار نصبه؟ آی ساری خانی. هیچی هم نمیگه، یعنی من هیچی، فقط لذت میبرن. تلویزیون باجن آقا واسه کردن رو دیوار. خب خانم خودتون برید خرید تنهایی، وقتی ایشون میگن همه چی کنار هم قشنگه، آی ساری خانی رو بذارید خونه، خودتون برید خرید کنید. شاید خود این نظرم به من میده، میگه که فقط من نبر خرید، فقط خود تنهایی برو. خب الان چی؟ بعد وقتی هم که خب تنهایی میرم، میگم اگه اون بود خب مثلا سلیقش بهتره، یه چیز بهتر انتخاب میکنه. باز خرید نمیکنم، برمیگردم میگم من دیدم انتخاب کردم، دوستشم خودت باشی. میگه کنار هم قشنگ بودن یا نبودن. خیلی خوب، امیدوارم که همیشه خوب باشید. متشکرم. چیزی میخواید بگی شما؟ خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. بفرمی. الان یه لحظه هی برگشتن و اینا منتظر این تبلت ها بودن. منتها آقای ساری خانی، این تبلت ها چون تعداد زیاده اینا کنار هم قشنگه. آره خب نمایش داریم باز. این چاشان اینجوری خوبه؟ قشنگه؟ اینا رو چسبش کن، چسبش کن، میگم قشنگه اینا الان خوبه. ببین بارانداز میخوای بزنی این شکلی، این باید پاتو ببری تو سگک. میگم با قشنگ مسخره بازی در نهار دیگه گله من. الان قشنگه، خوب شد الان کادو چروک مده. آره دیگه لازم نیست بازش کنن، خودش میفته بیرون. مسخره بازی در نیار دیگه واسه من. الان آشنا ماشنا نداره رفاقتی اینو واسه من کادو کنم، بلد نیستم. کادو کردن که آشنا نمیخواد. کادو چی هست؟
این یه شکلات خوری بلوره واسه ننم گرفتم برای روز مادر بهش بدم. آره خوشحال میشه. بلور گرفتی؟ آره آره. روز مادر چرا؟ چشه مگه بده؟ بد نیست ولی اگر من بودم یه چیز سنگینتر میگرفتم. سنگینتر چی بگیرم مثلا؟ بگو چی بگیرم. آخه ننم خیلی روی هدیه حساسه. بگو چی بگیرم. آره نه ببین بد که نیست ولی من بودم یه چیز شخصیتر میگرفتم مثلا. مثلا یه چیزی... چی شخصی؟ مثلا گردن بند. گردن بند که اصلا حرفشو نزن. او شاکی میشه، عصبانی میشه، میگه پولتو چرا بی خودی خرج میکنی؟ چرا قدر پولتو نمیدونی پسر این ول خرج بی عقل بی شعور؟ منو میگه، منو میگه. آره به من میگه بی شعور. میدونم. نه منظورم کلن زیورالات دیگه. حالا یه چیز کوچیکتر چون خانوما دوست دارن. آره نه اونم ناراحت میشه. میگه جواهر گرفتی واسه من؟ من مگه جایی میرم که اینا رو به خودم آویزون کنم؟ گرفتی که سر هجلم ببندم؟ دور از جون، دور از جون. دور از جون، دور از جون. نه حالا یه چیز کوچیکتر مثلا یه عطر. عطر که نه اصلا حرفشو نزن. یه بار پارسا رفتم براش عطر گرفتم اینجوری کرد دیگه حالا من بو میدم. آره یعنی از بوی مامانت خوشت نمیاد. آره از ما بهترون پیدا کردی با اونا میگردی. آره کلی داستان شد. عطر که از حرفشو نزن. عجب. نه آره نه خب یه چیزی که مثلا یه نقاشی خودت بکش که ارزش معنوی هم داره. نقاشی چیه بابا اصلا؟ میگه پسرم داره کار میکنه، شغل داره، درآمد داره. اون وقت اومده واسه من نقاشی آورده. اون وقت پسر شکو خانم واسهش موبایل گرفته. میشنوی مدیری؟ همه پسر دارن، ما هم پسر داریم. رفته واسهش موبایل گرفته. من اگه شانس داشتم که اسمم شمسی بود. نه یه قیمت. خب تو هم موبایل بگی، تو موبایل بگی. چی میگی؟ خوشی اون واسه خودت پسر. بابا پسر ما رو نگاه. میگه آخه کی به من زنگ میزنه؟ کی میاد بیا اصلا یه حالی از من بپرسه؟ خودت تو چقدر به من زنگ میزنی حالم میپرسی؟ حالا نپرس، حالا نپرس. من که مردم داغش به دلت میمونه. حالا نپرس، حالا هی تو حال منو نپرس. خیلی پیچیده داره. آره خب لوازم آرایش مثلا. دیگه حالا من پیر شدم. دیگه پیر شدم رود نمیشه که منو به کسی نشون بدی. حتما باید سرخاب سفیداب کنم. آره واقعا که خب اصلا میخوای کارت هدیه بده که هرچی دلشون میخواد خودشون بگیرن. خدایا هیچ مادری رو محتاج اولادش نکن که اینا با خفت بیان پولشون رو بندازن جلو تا برن. خدایا نکنی کنه. حسابی فرو رفتی تو نقش مثل این که همون شکلات خوری رو بگی اصلا. آره دیگه یه بار نشد شما یه چیزی واسه دل خود من بخری. شکلات خوری آوردی که من اینجا مثل کلفت ها از خودت و زنت پذیرایی کنم. آره دیگه آره مادر و بشور به ساب و کلفتی دیگه. آره خونه فکر کنم ایشالا به زمینی گرد بخوریم. ایشالا داغت رو ببینم. ایشالا داغت رو خدا یه چی بود دستی به من. خدا غلط کردم یه چیزی گفتم. هوای پسرم رو داشته باشه بردم بهش بده. مدیری یعنی آدم اسیر غریبون بشه مادر نشه. حیف که نمایش نداریم وگرنه اگه 13 تا هم نمایش درباره بدبختی های مادر می ساختیم بازم کم بود. جای پسرم این عشقی دامنه یه چانه زنی ما ایرانی ها هم صرفاً یه موضوع داخلی نیست و تقریباً تمام مرزها رو در نوردیدیم. یه پارک هست در خاور دور که توریست ها اونجا به تمساها غذا میدن. دیدین حتما. یکی نشسته مرغ میفروشه اونجا
مردم مرغا رو میخرن میزنن سر قلاب میدن پایین برای تمساح. حتی اونجا هم هموطنان ما سر مرغ چونه میزنن. دیدم که میگم، میگه همینو من تو ایران میخرم کیلو 9 تومن، سنگدونش هم تازه برام در میارن. مرغو که میخرن نوبت به چونه زنی با تمساح میرسه، میزنن سر قلاب میدن پایین، تا تمساح میاد بگیره میکشن بالا. تمساحهای اونجا دیدم که تمام دندوناشون ریخته از دست توریستای ایرانی. هر بار که دهنش رو باز میکنه محکم میبنده، چند تا از دندونها میریزه تو شکمش. هیچی هم که انگلیسی بلد نباشیم، لغات مربوط به چونه زنی رو بلدیم. برگشته با همون لحن چونه زنی خودمون به فروشنده میگه نو نو very expensive. کار خرید و فروش به جایی رسیده که به اعضای بدنمون هم گاهی رحم نمی کنیم. کلیه و قلب و کبد هم برای فروش هست. یعنی الان یه جوری شده که اگه پیاده و با دست خالی هم بری تو خیابون، دلالا ولت نمی کنن. میاد پشت سرت میگه داداش کلیه فروشه، عزیزم کبد تو هستم، بهترین خریدار رون بدون قلوگاه. مهمان داریم، چه مهمان. چه بازیگر شیرینی، چه پسر دوست داشتنی، طناز، خوش اخلاق و جواد عزتی. سلام علیکم. ارادت دارم. خوش آمدین. خیلی مخلصم. خوش آمدین. ببخشید. بفرمایید. یه ذره اونورتر بشینم. بله. اینا رو می‌دونم. معلومه برنامه رو می‌بینی. بله بله. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. قربون شما برم. خیلی خیلی مخلصم. اگر سلام علیکم. خیلی مخلصیم. خوشحالم که اینجا هم. دمتون گرم. ممنونم که اینجوری تشویق کردین. و البته مطمئنم حالتون خوبه بالاخره. مرا مدیری اینجاست دیگه. یکی از بلندترین کسانی که حرف میزنه، درست گفتم، یکی از کسانی که خیلی بلند حرف میزنه و سال هاست من دیوانه شدم از دستش. هی بچه های دستیار و دوستانو میفرستم میگم برید بگید جواد یواش یواشتر. دست خودش نیست، صداش 400 دیسیبله به طور طبیعی و شلوغ کن. یعنی اون پشت ما داریم ضبط میکنیم، این ور صدای قشقش 400 دیسیبل میاد، یه سری هم دور خودش جمع میکنه. یه بساطیه. الان 6 نفر منو گرفته بودم. الان این پشت میگفتم مردم نشستن صدا میره، اصلا نمیشنید من چی میگم، انقدر بالا بود. جان نه الان خیلی عوض شدم. عوض این عوض شدت بود من امروز دیدم. نه خیلی الان دارم کنترل میکنم. نبینی چقدر آروم حرف زدم الان اومدم تو. خیلی دارم رو خودم کار میکنم خدا رو شکر. چند تا از تارهای صوتی ما از بین بردم. رو خودت چی کار میکنی؟ یعنی که این بهتری؟ سرکه میخورم میذاره این تارهای صوتی میذاره بسوزه از بین بره. ولی نه و خدا دارم تلاش میکنم که این اتفاق نیفته، یه ذره آدم آرومتری باشم، یه ذره حرفامو بشنون. چون وقتی زیادی بلند میگی اتفاقا حرفاتو نمیشنون. نمیشنون. آره.
یه ذره الان معقول تر میگم، آروم تر میگم، با آرامش میگم که حرفامو گوش کنن. از سن کم بازیگر شروع کرد، 15 سالگی؟ بله بله. چی شد اولین بار؟ چی بود؟ چه اتفاقی افتاد که وارد این ماجرا شدی؟ نمیدونم کی میدونه؟ فکر کنم که خودت باید بگی. فکر کنم تو خیابون تو کوچه داشتم بازی میکردم، تنیس رو میز گذاشته بودن، از این میزای چیز بود، تنیس بوتونی. آره، یکی اومد گفت ببین سر خیابون، سر میدون چیز میکنن و اونجا تست بازیگری اینا میگیرن. اونجا راکت رو انداختم سر خیابون. تست بازیگری میگرفتم؟ آره. چی؟ کجا میشستین؟ خب یه خانه فرنگ بود دیگه. همونجا راکت رو انداختم و تموم شد دیگه. دیگه چیزی یادم نمیاد. و اونجا با چند نفر دوست شدیم و یه گروه همونجا تشکیل دادیم با رفقا و خودمون خودجوش. تو تست قبول شدی؟ تست نمی گرفتن در واقع، اونجا یه کمی چیز بود، فیک بود. نمیدونم به نمیدونی به فارسی چی بود. تقلبی بود. تقلبی بود. آره. شما چی میگی؟ آره آره. خب ولی خب همون باعث شد که یه سری رفقای خوب پیدا کنم، یه گروه زدیم و تئاتر خیابانی اول شروع کردیم. ولی خوشبختانه خیلی زود به تئاتر صحنه‌ای در واقع ارتباط پیدا کردیم و همزمان شد و تئاتر حرفه‌ای شروع کردم. خیلی زود شروع کردم، برای فکر کنم 15-16 سالگی بود. از چی میگین شما تئاتر رو؟ از تئاتر شروع کردی؟ بله بله. آخه جواد 3-4 روز آلمان بود. آره 3 روز تازه اومده. آره یک شنبه رفت. خیلی تأثیر گرفت. چیز تئاتر خیابونی رو خیلی کار کردی. بله خیلی دوست داشتی و مردم دیگه آشنان با این موضوع. بله اون موقع آشنا نبودم، ما کلی کتکشو خوردیم و فکر میکردن که حالا داریم شلوغ کاری میکنیم، یا با خیلی با زیادی هم ارتباط برقرار میکردن، بازم با اون کاراکتر منفیه خیلی ارتباط برقرار میکردن، میزدن کتک میزدن و اینا، کلی چوب خوردن. ولی الان نه، الان خیلی اتفاق، اصلا الان دنبال میکنم، من آدمایی میبینم که برای تئاتر خیابونی اومدن واسطادن، چون هنوزم دنبال میکنم و بالاخره رفقایی که تئاتر خیابونی کار میکنن میبینم، با دائم باشون میرم، باشون جشنواره ها رو میرم و الان خیلی خیلی فرق کرده. خیلی تئاتر خیابونی هم از آلمان میاد. نه جدی. حالا امروز همه چیمون هی ربط پیدا میکنه با آلمان. آره از زمان مثلا برشت خیلی مد شد تئاتر خیابونی و کارگری و کارگونجات و فلان. بله دقیقاً. چون تئاتر سیاسی اجتماعی بود. بله بیشتر سیاسی بود. بله و کارگری. اولین بار کی جلو دوربین رفتی؟ چه سالی و چه کاری؟ 79. 79 سریالی سعید آقاخانی کار میکرد به نام قصه های شبانه. ما یه سال قبلش آقای آقاخانی یه تئاتری از من دیده بود. اون موقع یادمه که میخواستن که سعید میخواست که منو معرفی بکنه آقای فرهادی که برم سر سریال آقای فرهادی. فرداش که اومدن تئاتر رو ببینن من دیگه نبودم. یعنی مریض شده بودم، جای کس دیگه جای من بازی میکرد و من دیگه سعید رو ندیدم تا یک سال. تو خیابون منو دید، گفت کجایی؟ ما یه سال میخواستیم که بیای کار کنی تو سریال و اینا، فعلا یه سریال منو بازی کن دیگه. تو اون خیابون قراردادشو بستیم و رفتم سر سریال. اونجا هم صدای عروسک میگفتم هم یه نقشی رو بازی میکردم. بعدی؟ کار بعدی؟ مهم ما. مهم ما فکر میکنم بی مقدمه بود، بعد کمربند رو ببندید بود، بعد جلوتر اومدیم، بعد از بی مقدمه باغ مظفر بود. آره. فکر میکنم گنج مظفر بود، مرد هزار چهره بود، سدونگ سدونگ بود، دست بالای دست بود، فکر کنم ترتیبش رو، فکر کنم دارم ترتیبش رو اشتباه میگم. ولی هنوز شیرین ترین نقشش بابا اتی نیست؟ به نظرم این کاراکتر بی نظیر بود، یعنی آره. به خدا دلم براش تنگ میشه، برای اون آدمه. و یه وقتایی میشنم پشت صحنه ها رو تو اینترنت میبینم،
خیلی فوق‌العاده موجود عجیبی بود واقعا. اونم افتخار داشتم کنار شما بودم و مطمئناً حضور شما تأثیر خیلی خیلی گنده و خیلی حجیمی توی روند کاری من داشته. اینو خودتونم میدونین و احتیاج به گفتن نیست، مردم هم میدونن. تو اون کار نه چهرت مشخص بود نه صدای خودت، چرا پذیرفتیش؟ والا من یادتون باشه اتفاقا همون موضوع باعث شد که اینو بپذیرم. آها. چون داشتم سریالای کار میکردم که با صورت خودم بود، خاطرتون باشه با هم گپ زدیم، گفتم که چون تیپیکاله ترجیح میدم که، یعنی دوست دارم که اصلا صدای خودم نیست و در واقع گیریم خودم نیست، و شما هم گفتی خیالت راحت و هر سه تا کاری که با هم کار کردیم پیرمرد بودی. بله. من اصلا پیرمرد تو دوست دارم. بله. بعضیا هستن نه واقعا پیرمردشون خوبه، مثل ممرضا هدایتی، مثل هادی کاظمی و مثل جواد عزتی، یعنی پیرمرد خیلی سن بالا، یه ذره دو تخت کم و یه لهجه، مثلا یه گویش خاص. تو باغ مظفر پیرمرد بودی. بله. تو هزار چهره بودم، گنج مظفرم بودم، هزار چهره هم بودم و قهوه تا. آره. چهار تا میشه. بله چهار تا. توی اون زمانی که تئاتر کار میکردی و اینها، مثلا یه وقتی فکر میکردی 15 سال بعد 20 سال بعد کجایی؟ چی کار داری میکنی؟ و الان 15 سال بعده. بله. الان اون نقطه هست یا کمتره یا بیشتره؟ من همیشه برام اتفاقایی که افتاده برام خیلی بزرگ بوده. برای همین من 24 ساعت دارم در موردش شکر میکنم. من یادم آرزوم بود که از در تئاتر شهر ما رو راه بدن تو، بریم توشو ببینیم ببینیم چه شکلیه. برای همین هر اتفاقی که برام افتاده برام خیلی بزرگه. و اونو محترم میشمارم. یعنی اجازه نمیدم اون آینده‌ای که تو ذهنمه برام بزرگتر از اون چیزی که الان هستم جلوه کنه، تو روندم بخواد مثلا جلومو بگیره و اینا. برام خیلی جذابه، هر اتفاقی که میفته برام خیلی جذابه. هم در کمدی موفق بودی هم در کار جدی. برای ورود از دنیای کمدی به دنیای جدی کار خاصی کردی؟ تمرین خاصی کردی؟ بله. تصمیم خاصی گرفتی یا نه اتفاق افتاد؟ تصمیم گرفتم و به خاطرش خیلی صبر کردم. من یادم قهوه تلخ هم که ما کار میکردیم، از همون دوره همزمان رفتم کار آقای تبریزی، سریالشون که هنوزم پخش نشده، سرزمین کهن رو کار کردم برای اینکه این توازنه حفظ بشه. و بعدش خیلی صبر کردم براش. بله. جدی رو یعنی بیشتر دوست داری؟ نه دوست نداشتم از دستش بدم. یعنی دو سال دیگه، سه سال دیگه، چهار سال دیگه، پنج سال دیگه، نمیدونم کی دیگه نپذیرن ازم کار جدی رو. از همون اولش ترمزش رو گرفتم که آروم آروم این دوتا رو با هم پیش ببرم که بتونم ازم بپذیره تماشا چی. کمدین بهتری هستی یا بازیگر جدی بهتری؟ خودت حست چیه؟ نمیتونم. مردم چی میگن؟ مردم خدا رو شکر، من یکی از دوستان میگفت بزرگترین حسن تو اینه که هر کاری کار میکنی میگن آقا این به تو میاد. یعنی پیره مرد میشه میگن آقا این به تو میاد، جوون میگن این به تو میاد، چه میدونم آدم اطلاعاتی میشه میگن این به تو میاد، روحانی میشه میگن این به تو میاد. این خیلی اتفاق خوبی بوده برام، جذاب بوده. هر کاری که کردم فیدبک های مثبت در مورد اون نقشا گرفتم. کدومی که از نقشا تو خیلی دوست داری؟ بابایتی. شک نکنی. چقدر خوب. هنر به نظرم ذاتش با مخاطب شکل میگیره. یعنی اصلا مخاطب وجود نداشتن هنری نیست. وقتی مخاطب هست شما سفرهتون که خونه میندازی من میشه سفره آرایی. وقتی مخاطب وجود داشته، هر چیزی وقتی مخاطب وجود داشته باشه تبدیل به هنر میشه. و فکر میکنم بابایتی تشو در آورد. آره. تشو مخاطبو در آورد. یعنی فکر میکنم خیلی تعداد مخاطب بابایتی خیلی بیشتر است. بقیه نقش هست. گفته بودی یه جایی که اندازه نقش برای مهم نیست، اون کیفیت و اون کاراکتر برای مهمه. نقش های خیلی کوتاه هم بازی میکنی؟ اگر کردم این کارو. خیلی کوتاه. بله کردم این کارو. فکر میکنم پارسال جشنواره 4 تا کار داشتم که تو 3 تاش تقریبا 1 سکانس 2 سکانس بودم. امسال ماجرای نیمروز رو بازی کردی؟ بله ماجرای نیمروز. گذشت. بله. و کاندید بهترین بازیگر نقش مکمل شدی. بله.
اون فیلم تو ساخت هم حالا هوای عجیبی داشت. فیلمه فکر می‌کنم که بزرگترین هستش اینه که شما قبل از اینکه به موضوعش بپردازین و اینکه فکر کنین چه موضوعی دارید دنبال می‌کنین، سینماست. یعنی گولتون نمیزنه با قصه های عجیب غریب و اینا. قبل از هر چیزی سینما رو حس می‌کنین و آدمو که علاقمند به سینما باشه جذب فیلم میشه، بعد حالا به موضوعش می‌پردازه، به بازیش می‌پردازه و به قصه. چرا موهاتو می‌زنی؟ سر یه کاری خلوتش کردن تا اینجا، یعنی بینش مو در آوردن که تنک شه، برای همین مجبور شدم بزنمش کلن. کارم خیلی وقت این شکلی؟ نه تو ماجرای نیمروز که موام تا اینجا هست، خیلی بلند و پرپشت تا اینجا ها فرمودین حالت دستام چیزی صدای خوبی داره جواد، همون 400 هرتز رو باهاش میخونه، ببینین چی میشه. نه آقا کی گفته؟ چرا بابا؟ شما کجا شنیدین من بخونم؟ چی کار داری؟ من میدونم. میخونیم؟ نه یه بیت. نه نمیشه اصلا. خب وسعت صدا تو ببینم. نه ندارم اصلا. نداری؟ تو وجودم ندارم فکر کنم. آشپز خوبیه ولی حالا اینجا که نمیگم غذا درست کن، اینجا که نمیگم غذا درست کن ولی هستی دیگه نه؟ آشپز خیلی خوبه. خانم محلقا باقری که الان اینجا میدونید دارن بازی میکنن، همسر قیمت، همسر جواد عزتیان. اینو گفتم که بدونید، یعنی این سوال رو بپرسم که وقتی یه زوج هر دوشون بازیگرن اشکالاتی در زندگی زن و شوهر پیش میاد؟ اشکالات همیشه پیش میاد در هر صورت در زندگی زن و شوهر. اینکه شما چجوری مدیریتش کنی مهمتره. ولی آره بازیگری تأثیر میذاره. کلا هنر تأثیر میذاره چون ناخودآگاه شما بیشتر بحثاتون راجع به هنر میره و در مورد قیاس میره، در مورد اینکه اختلاف نظر. آره اختلاف نظر میشه. آره در هر صورت پیش میاد. یعنی اختلاف نظر راجع به یک موضوع هنری منجر به دعوا میشه؟ در مثلا مورد محلقا این اتفاق نمیفته. خدا رو شکر دمش هم گرم، تا یه اندازه خیلی زیادی قبول هم داره. البته منم ایشونو قبول دارم. ولی معمولا هیچ وقت به دعوا در مورد هنر کشیده نشده. چیزای دیگه دعوا. در مورد چیزای دیگه خب بله طبیعتاً. خب. آره. خب چه خوبه؟ خب سر انگار پیداش کردم. نه نه آخه خانم باقری وقتی میاد سر کار هر روز، خب ما میبینیم ایشونو، یه حالت همچی افسرده ای داره کلن در زندگی روتین و روزمره، یه غم نهفته ای هست. من هی فکر میکنم یه روز حالا مثلا حالا یه مشکلی شاید داره، یه روز مثلا استرس داره، یه روز دیدم نه این همواره و یک شکله. یه روز رفتم گفتم که به من بگو چیه؟ گفت که نمیتونم بگم. گفتم خب یه چیزی بگو من بدونم، شاید بتونم کمکی بکنم. گفت نه این درست نمیشه. اسمم نبرد و من دیدم از اون جا به بعد دیگه دخالت تو زندگیه و همینجوری. ولی هر روز میاد یه افسردگی نرمی دارن هم باشه. من امیدوارم که همه چی حل بشه و نه و خوشبخت باشیم. شاید بخاطر اینکه تو خونه خیلی ساکتم. ساکتی؟ خیلی ساکتم. نه این چیزی که من توی اندوهی که در ایشون دیدم عمیق‌تر بزرگتر از این حرفا بود. آره یک کارگاه کوچولو تو خونه داری باش کار چوب میکنی؟ یعنی با چوب چیزای خوشگل درست میکنی؟ بله محلقا گفته؟ نه ما راجع به همه اینا رو میگیم، همه که همسرشون رو نمیبینیم که. آره کارگاه دارم. کار چوب همه کار میکنم. چی یعنی چی؟ نه دیگه نه موشک نمیسازم که، ولی خب منظورم که مثلا کار چوب فقط نه، مثلا دیروز جوشکاری کردم.
آدم مرد فنی های. آره دوست دارم فنی توری رو دوست دارم. بیشتر البته قیافش رو میام، یعنی دور تا دور همینا وسایل چیدم و ابزار و یراق همینجور به دیوار آویزونه و ولی 90% هم استفاده نکردم، ولی دوست دارم دیگه، پول میاد دستم میرم. این راجعه یه مهارت دیگه حرف زدی، اکبر عبدی به یه نکته اشاره کرد که هنر باید شغل دوم باشه، باید یه شغل اصلی وجود داشته باشه برای آدم‌ها. تو اگر که نتونی این کارو بکنی، از این کارا بلدی که بری سراغ. این کارا بلدم، ولی یه جای دیگه گفتم چه شغلی رو دوست دارم اینجا میگم. بگو. عاشق مسافرکشیم. مسافرکشی. بله. چی شو دوست داری آخه؟ باحاله. نه چی شو دوست داری؟ نمیدونم، شاید هم میدونی مثلا چند ماه پیش رفتم تاکسی رانی یه ماشین ثبت نام کنم. یعنی اینقدر جدیه موضوع؟ بله. و اونا هم تعجب کردن، میخوای یعنی بشینی بونی؟ گفتم نه، ولی تاکسی شو داشته باشم حالا. ندادن به رانندگی دوست داری؟ سر و کله زدن دوست داری؟ مسافر کشی رو دوست دارم. اصلا اینکه آدم‌های مختلف میشینن تو ماشین، باهاشون حرف میزنی، من عشق می‌ورزم به آدما. تقریبا هر روز عاشق میشم. سوال بعدیتون هم جواب دادم. چون به این دلیله که آدما کنار هم قشنگن. بله. گفتی هی عاشق میشم. نه منظورم که عشق، من اینجوری گفتم، بودم عشق میورزم به آدما. عشق میورزی. بله بله. تا حالا عشق ورزیدی؟ بله. خیلی. خیلی. خیلی زیاد. از اول شروع کن. اولی چند سو؟ اولی؟ آره. آخه من یاد خاطرات افتادم. یادم یه بار 6 صبح بابا من رو بیدار کرد که من برسونمش سر خیابون، یه پرایدی داشتم اون موقع. منم شلوار خونگی و دمپایی و همون در واقع تیشرتی که پوشیده بودم برای خواب رفتم رسوندمش. موقع برگشتن یه خانومی دیدم که تقریبا شاید 80-90 سالشون بود، خیلی هم خمیده و از اینایی که خیلی نازن. به خدا ناز نیستم. به من اینجوری کرد، گفت تا این خیابون منو برسون. خلاصش میکنم، بعد از ظهر با این خانوم من توی یکی از دههای قزوین بودم و داشتم کارهای ملکیشو میکردم، زمینشو پس بگیره با دمپایی و دو تا بیسکویت از این ساق طلایی‌ها داشتم تو ماشین، اونو خورده بودم تا شب و اینا. سوالمو تکرار کنم؟ خوب رفتم جلو، من نمیدونم اشکال من کجا بود. تا حالا عاشق شدی؟ بله جانم. آخه آدم مگه میتونه بدون عشق زندگی خب کنم؟ خب نه دیگه، چون نمیتونه. بگو چی بگم؟ بگو کی؟ چجوری؟ الان یکیشو گفتم. الان نمیتونم عاشق یه با خانم افسردت که آشنا شدی. آها به اون میخواییم برسیم. حالا دیگه اصلا بریم یه راست سرابه. یادم یه سالی اومد به من پیشنهاد داد، دانشجوی کارگردانی تئاتر بود، اون موقع هنوز لیسانس میخوند، فوق لیسانس و لیسانس بود. اومد به من گفتش که آقای عزتی میتونم با اتون کار بکنم؟ گفتم که سال دیگه بهتون وقت میدم، تابستون سال دیگه من وقت دارم برای شما کار کنم. نمیدونم چنینو گفتم، مثلا اهل کلاس گذاشتن اینا نیستم، ولی یادم نمیدونم چه کاریو درگیری بودم، گفتم من
تابستون سال دیگه آزادم. اون به تو پیشنهاد داد که برم براشون بازی کنم، چون کارگردان بود من بازیگر بودم. بعد گفتی سال دیگه من تابستون سال دیگه آزادم. اون که خیلی از تو گفت... سره. آره من نمیدونم چرا این اتفاق افتاد. خب گفت باشه رفت و تابستون سال دیگهش دیدمش. اومد گفت اون کاری که بهت قول داده بودید الان وقتشه. و من رفتم اون کارو بازی کردم و چه کار فوق‌العاده‌ای هم بود. ماره میلر بود، ما اجرا کردیم توی تالار مولوی. پیشنهاد کی داد؟ پیشنهاد ازدواج کی داد؟ من. لابد ایشون. نه من. گفت تو رو خدا با من نه. ازدواج کن. نه. و الا من خودمو میکشم. نه من. ایشون پذیرفت فوری؟ فکر کرد؟ یه مقدار طول کشید ولی آره. طبیعی هم هست. شد. آره. من یادمه که آقای مدیری اگه یادتون باشه میخواستید جشن نامزدی ما رو توی باغ مظفر بگیرید. 12 سال پیش ازدواج کردیم. باغ مظفر 85 بود. 85. درست. 11 سال میشه. آها شدیم 96 الان. بله دیگه. عیدتون مبارک. میخواستیم جشن نامزدی شما رو شما می‌خواستین، شما پیشنهاد دادین در باغ مظفر بگیرن. بله بله مکان بله بله. چی شد بعد نگید؟ نامزدی عقب افتاد. من سر حرفم بودم نامزدی عقب افتاد. کار تموم شد. کار تموم شد. خیلی خوب. چرا چون بازی می‌کرد محلقه اونجا. اینم بگم محلقه قبل تر از اینا نیست، 11 سال پیش با آقای مدیری کار کرده بودن. بله باغ مظفر. چرا غمگین اون موقع اینجوری نبود؟ اوایل ازدواجتون بود. اوایل ازدواجتون بود. اوایلش بود دیگه. چرا اینقدر غمگینه؟ چی کار میکنی؟ سن سال دیگه. همسر خوبی هستی؟ سنمون رفته بالا. من؟ آره. آره. من خیلی رعایتیم. بچه؟ نداریم. نداریم. بچه دوست نداری؟ چرا؟ دوست داری. چرا؟ چه جور پدری میشی؟ این خیلی تناقض هست توی در واقع چیزایی که داریم فکر میکنیم به آینده. من خودم فکر میکنم خیلی پدر خوب و مهربان و رفیق و اینام، ولی محلقا فکر میکنه که از اینام که یه صدای سیلی های تو دارم میشنم. یکی از دلایل افسردگی خانم همینه. پنجاه تا دیگه هم هست. نه ولی خدای همه گفتن که تو خیلی پدر فوق‌العاده‌ای میشی. دم همه گرم. خیلی در پشت صحنه ها یکی از مشکلاتی که با جواد داشتیم با جواد و برزو بود، چون اینا از همه بیشتر میخندیدن. یعنی صد بار به خاطر اینا تکرار میشد هر سکانس یا پلان و نمیتونستن برزو جلو خودشونو بگیرن، خصوصا وقتی با برزو میافتادن یه افتضاحی بود. آره متولد 60ی. بله متولد 60. 36 سال میشه الان. 96. آره دیگه 96 مال دیگه. دی ماهی هم مونده. خب حالا 36. شما چه ماهی هستین آقای مدیری؟ فروردین. فروردین. 18 فروردین. میدونستم، خواستم مطمئن شم. خاطرم بود. یه خاطره ای داری سر فیلم سینمایی با سیامک که با چوب میرید سراغ یارو؟ راستی. بگو. من خاطر تعریف کنه خوبی نیستم. بذار من بگم. آره شما. سر یه فیلم سینمایی همین اخیراً با سیامک انصاری با هم توی یه فیلم بودن. خانومش زنگ میزنه میگه که یک دیوونه ای اذیت هم میکنه تو خیابون فلان، هم اذیت هم میکنه، هی میاد سراغم. اینا لباسای عجیب، یکیشون لباس هری پاتر داشته تو فیلم، یکیشون لباس یه چیز دیگه. جنگ ستارگان. جنگ ستارگان اونا. از این شمشیراش هم داشت سیامک، اینا که نور داره. با همونا با همون شکل دویدن، این غیرتی شده یهو دویدن تو خیابون سراغ یارو که خانومش میگفته این دیوونه است، این مزاحم من داره میشه. یارو وایساده به اینا گفته آقا وایسی خانم اینا دیوونن. آره
من لباس رومی تنم بود، اینا که این پایینه و شمشیر چوبی از این چیزا تاجای چیز داشتم، زیتون و اینا. خب راست گفته یارو، اینا رو دیدی گفت خانم اینا دیوونن، من سالمم. آره عرض کنم که خیلی با نمک بود، یادم نبود. آره خیلی هم فیلم میبینی؟ خیلی فیلم، خیلی زیاد. آره خیلی فیلم میبینم. یکی دیگه از دلایل افسردگیه آره وقتی هم فیلم میبینم هیچی نمیشنوم. آره اینو میدونستم. آره که اصلا اینو هیچی بگیم. وجود نداره، هیچی هم نمیشنوم. یه بار آتیش سوزی شد کنارم، من نفهمیدم، یعنی کنارم فرش داشت میسوخ، آتیش بود، من داشتم فیلم نگاه میکردم. آره یه غم عجیبی توی چشمای همسرشون هست، هر روز من میبینم. عرض کنم که شایعه در مورد چیا بوده و کدومش عجیبتر بوده یا اصلا هست نیست؟ یادم نیست. یادت نیست؟ همین الان یه نفر دمه در البته بهم گفت، گفت ای آقا شنیده بودم شما جدا شدین. احتمالاً قبل از تو خانومت اومده تو چهره شو دیده. نقشایی که بازی میکنی یعنی یه دفعه از کار کمدی انگار پرت شدی تو کار جدی سینمایی، یه سری نقشا، یه سری کارهای اجتماعی، فیلم های اینجوری که حالا کارگردان های جوان توشون بودن، بله. شاید فیلم اولی بودن، بله. و مثلا نقش روحانی، نقش بدونم یه سری کارهای اینجوری دیگه، خیلی اجتماعی تلخ. یادت هست، یعنی حواست به این هست که تکرار نشی حتما؟ خب مطمئناً بزرگترین دغدغه یک بازیگرانیه. گرچه من فکر می‌کنم فرمول جهانیش الان به اینجا رسیدن که بازیگر باید یک چیزهایی رو در یک چارچوبی رو در جنس بازیش و جنس حرکاتی که انجام میده اصلا حفظ کنه. یعنی تو دنیا این شکلیه، تو ایران زیاد نمیشه این کارو کرد، برای اینکه سریع انگ اینو به شما میزنن که شما یک بازیگر یه بودی هستی و در واقع فکر نمی‌کنی به کار تو. مخصوصا مردم ما خیلی تخصصی نگاه می‌کنن، خیلی تخصصی نگاه میکنن، ریزبینن خیلی، و این تفاوت ها رو هم میفهمن، هم اگه تفاوت نداشته باشی سریع به روت میارن. میدونم که اون ور دنیا این شکلی نیست. در واقع حتی بازیگرا از قصد خیلی چیزها رو تکرار میکنن، خیلی بازی ها رو، خیلی حرکات صورتشون رو، خیلی جنس بازیشون رو تکرار میکنن. ولی خب اینجا الان یعنی این که میگی، یعنی این درسته؟ به نظرم از یه جهاتی درسته، یعنی به یک سری فاکتورها رو خوب آدم نگه داره. مثل این میمونه که شما میگین که آقا قبل از هر چیزی مردم باید دوست داشته باشن، حتی اگه نقش منفی بازی میکنید. خب این یه فاکتورهایی داره، یک چیزی شما داشتی، یک چیزهایی دوست داشتنی داشتی که مردم دوست داشتن، یه چیزایی از اونها رو باید نگه داری دیگه، جاری کنی در تمام این کارا. البته من چیز میکنم، یعنی از اونم فرار میکنم، سعی میکنم که خیلی متفاوت باشه، ولی خوبه که داشته باشیم. بعضی از بازیگرها تو فیلم‌های مختلف اینا رو نگه دارن. بله. چیزی هست که خودت بخوای بگی از اینجا، درد دلی، حرفی راجع به هر چیزی؟ درد و دل؟ نه، من فقط فکر می‌کنم که در مورد سینما حرف زدیم، فکر می‌کنم که حمایت مردم خیلی داره سینمای ما رو لولش رو می‌بره بالاتر. با شکوه ترش میکنه، با شکوه که هست با شکوه ترش میکنه. من فکر میکنم که اگر مردم این اتفاقه رو بتونن تداومش بدن، خیلی اتفاقای خوبی تو سینمای ما میفته. یه جای دیگه هم عرض کردم، ما فکر میکنم نصف دنیا حسرت داشتن یه همچین سینمایی هم دارن، با همه کاستیاش که هممون میدونیم، هممون در واقع قراشو زدیم دیگه. درست. تو زندگی بیشتر از چه چیزی میترسی؟ نمیشه گفت، فکر کنم. یعنی میدونی ولی نمیشه گفت؟ ناصداقتی خیلی منو میترسونه. اکبر عبدی هم همینو گفت. آره. دمش گرم. خیلی منو میترسونه. من نمیدونم، شاید ناخودآگاه همه ها. شما میگید وقتی کلمه ترسو میگین یه کمی فرق میکنه با اینکه من چی فکر میکنم، چی و بدم میاد ازش بهش فکر کردم. اصلا ناصداقتی منو
ناخودآگاه میترسونه. یعنی من کافیه که دو نفر ببینم بدونم یه طرف داره چخام میگه، بعدم نمیاد از اون آدم. دست و پام اصلا شروع میکنه لرزیدن به شدت، شروع میکنه دست و پام لرزیدن و سست میشه بدنم و حتما بعد یه جا بشینم. اینقدر حالمو بد میکنه ناخودآگاه. یعنی یکی اگه با تو دعواش بشه ببینه زورت بهت نمیرسه، یه دروغ میگه تو میشینی. تو میشینی همونجوری، هیچ کاری دیگه نمیشه. حالا یارو اینقدر ها خسته نمیکنم. نه خسته نمیشم. شما تا صبح حرف بزنید، من دوست دارم صدای شما رو بشنوم. قربونت برم. احساس خوشبختی داری عمیقا؟ بله، من خیلی وجود خدا رو تو زندگی احساس میکنم و بر همین بهم آرامش میده. آرامش به نظرم خوشبختی، خود خوشبختی. بله بله. من جان نه نه پشیمون شدم. بگو. پشیمون شدم. نمیذارم. نه پشیمون شدم. نه جان تو نمیذارم. به خدا پشیمون شدم. اصلا امکان نداره. مگه میشه؟ من نه واقعا پشیمون شدم. من میخواستم بگم که خیلی ساعت‌های زندگیم در 24 ساعت برای آدمایی که میشناسم دعا میکنم و یکی از اون آدما خیلی شمایید. یه قربونت دارم به خدا. اینو نه من فکر میکنم توی سینمای ما آدم‌های کمی به اندازه مهران مدیری تنها هن. صادقانه اینو فکر میکنم، شاید هم اشتباه دارم میکنم نمیدونم، ولی انقدر این تنهایی رو حس میکنم که خیلی ساعت‌های زندگی برای شما دعا میکنم. به نظرم آدمایی که کوچکترین حرکتشون انقدر توی چشم آدمای دیگه است، خیلی آدمای تنهایی میشن و دمتون گرم. خیلی ممنون. آره خیلی ممنون. به موزه دور همیه ما چی میده؟ والو فکر نکردم بهش. فکر کردم و یک چیزی به ذهنم رسید، منتها اون چیز رو از طریق شما میتونم به دست بیارم. من سر قهوه تلخ با دوستان رفقای گیریمور صحبت کرده بودم که سیبیل و ابروهای بابایتی رو من قاب کنم خونه داشته باشم و قبول کرده بودن و میدونم که هنوز اونا رو دارن. اگر از طریق شما فکر کنم اقدام بکنم میتونم اونا رو داشته باشم. یعنی سیبیل و ابروهای بابایتی رو بهت بدیم تو قاب کنی بدی به موزه ما. بدم خدمت شما. بله فکر کنم خیلی اتفاق خوبیه. نه بله خیلی قشنگه، چون الان خودتون هم حرفشو زدین به نظرم خیلی بله یه چیز ماندگار. من میتونم کاپشن هم بهت بدم، بدی بدی خوشویی بدی موزه دورم. آره. نه آقا من قولشو گرفته بودم آره. از قبل. نه خیلی با ارزشه، واقعا واقعا با ارزشه و همیشه خواهد موند. چیز قشنگی بود. چرا؟ آره بابا باحاله دیگه. آره 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 منو اعتماد به نفسش هم ندارم ها. نه آره 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 دوزارم خرج نکرد چیز به خدا تنها چیزه یادگاری که بهش تا این لحظه فکر کردم همون بوده. نه خیلی خوبه واقعا، واقعا چیز خوبیه، واقعا چیز خوبیه. آره بابا آره نگران نباش. مرسی که ممنونم که آمدی. سلامت باشی. مرسی که منو دعوت کردی. جواد بسیار پسر مهربان، دوست داشتنی، حرفه‌ای در کارش، حرفه‌ای در کارش، در روابطش با گروه و نظمش و همه چیز و عاشق کارشه و برای همینم روز به روز جلوتر رفته و جلوتر خواهد رفت. چیزایی هم که راجع به همسرشون گفتم خب قطعا شوخی بود. خیلی عاشقن، خیلی حالشون خوبه، سالهای سالی که من شاهدم و امیدوارم همینطور خوشبخت باشید. خیلی شما خیلی لطف دارید. امیدوارم اول سلامت باشین، روز به روز بیشتر بدرخشین هر دو و بهترین آرزوها رو براتون. انشالله. برای شما هم خیلی ممنون. خیلی مخلصم. خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون. مخلصم. آره بابا خیلی ممنون. خب
خسته نشین، نمایش داریم الان. من نمیفهمم تو این وضعیت مالی رفتی واسه من پیرن خریدی آخه. میخواستم خوشحالت کنم. الان خوشحالی واسه من آب و نون میشه؟ الان چند خریدی اینو؟ 45 تومن تو حراج میداد، خیلی هم جنسش خوبه. میخواستم تو رو خوشحالت کنم، اگه نمیخوایش بده ببرم پس بده. نه نمیخواد پس بده، حالا من یه فکری واسهش میکنم. خب بده من حالا. نه ایچی نگو ایچی. سلام. بابا گل من خوبی؟ خوبم، تو خوبی؟ آره، میگم که خوبم. آره اوخ میگم چرا این لباسات اینقدر مندرس و ژولیده است؟ آره نه، اینو تازه گرفتم. آی توجه، از حراج جدیدترین لباس ها، پیراهن های دامادی و مجلسی ما دیدن کنید. شیک ارزان، فقط و فقط 99,999 تومن. آره دیدن کنید، شما هم دیدن کن. نه من نه بذار یه دقیقه وایسا. بچرخ پیرن دارم. بچرخ بذار ببینم الان ارزش ها. ایوا پیرنه پاره چقدر موده؟ آره چقدر مد شده، اصلا تو بازار پیدا نمیشه. آره این پاره مد شد، این جر خورد رسما. نه حراج واقعی به علت تغییر شغل انواع پیراهن‌های 2017 اوریجینال یس تمام نقد فقط 80,000 تومان. اصلا تو چون چرشونه ای این پیرنهای پاره خیلی بهت میاد، برو بازود میفته بیرون، همه میگن اون آقا رو نمیخوام. آره. نمیخوام زوره مگه؟ نه میخوام. نه تو نگاه کن آسین، اینو نگاه کن آسینش. کجای آسینه بهت میدم؟ ببین بده من پیرهنهای بدون آسین جدید رسید، همین الان رسیده، جدید 60 تومن، تهویه هم داره، خیلی عالیه. آره خیلی عالیه. بفرمایید. خانم این پیرهن از واس پوسیده داره پودر میشه، چرا میخواییم بندازینش به من؟ پوسیده؟ یه حرفی مثل برگ میمونه، مثل برگ گل میمونه. پوسیده؟ بله. انواع دستمالهای گردگیری جادویی همراه با تکنولوژی نانو، آمی محیط زیست و صلح جهانی، فقط 50,000 تومان. بودو داره تموم میشه. آره. من از وقتی که از دستمالای جادویی استفاده میکنم دیگه بدون اینکه به خودم فشار بیارم 20 کیلو از وزنم کم شده. الان چه ربطی داشت؟ خیلی هم ربط داشت. وقتی اینو بگیری دستت بشور بساب کنی لاغر میشی، وزنت کم میشه. بله. الان فهمیدی؟ چیه؟ الان میخوای ایجاد رعب و وحشت کنی با این قیافت؟ من یه سوالی دارم. بفهم. اینجا چیزی نوشته؟ من عینکمو نیاوردم. تو بیا ببین چیزی نوشته. بله نوشته که بهترین خریدار پیرهن شما در محل هستیم. آره. تحویل شما. عزیزم. مدیری. زیر استنداپی های جدید رسید. با 200,000 تومن صاحب یه زیر استنداپی شوید. سرعتگیر، هوشمند، بنداز زیرت استنداپ کن. اگرم بیمزه بودی خودش آلارم میده. آلارم میده. نگران نباش مدیری. آلارم میده. آره ایشی ها. خیلی گرفتی رسیم. همونطور که اول برنامه گفتم ما یک فروشگاه اینترنتی بزرگ داریم که بیش از 50,000 نوع اپلیکیشن، بازی و کتاب صوتی داره. عضویت در این فروشگاه و استفاده از محصولات و خدماتش خیلی آسونه. کافیه که 1 روبل 30 هشتاد ارسال کنید. اینم بگم، قبلنم گفتم اسپانسر، حامی مالی برنامه بسیار برای برپا ماندن این برنامه مهمه. برای همین من انقدر میگم ارسال 1 به 30 هشتاد به طور غیر مستقیم باعث ماندگاری و پابرجایی این برنامه خواهد بود.
این خیلی مهمه، خواهش میکنم این کارو بکنید. در این حال با در یک قرعه کشی بزرگ هم شرکت داده میشید که گفتم BMW 6 عدد برای 6 نفر و 6000 جایزه 1 میلیون ریالی برای 6000 نفر. کلام آخر، در حال حاضر هم خریدار خیلی زیاد شده هم فروشند. یه دم هستن که همه چیز رو میخرن. نه تنها همه چیز، بلکه باورشون اینه که میتونن همه کس رو هم بخرن. اینا قبلا معمولا یه پوشه دستشون بود که زیرش مقادیری اسکناس به طور اتفاقی کاملا جاسازی شده بود. الان دیگه اون پوشه هم دستشون نیست. خیلی راحت و علنی اسکناس رو میپاشن رو میز. کارشون انجام میشه، برن دنبال زندگیشون. از اون طرف یه دم هستن که به شدت فروشندن. یعنی اولش که حرف پول میشه میگن این حرفا چیه، خجالت بکش، قیمت رو میبرن بالا. میگه فکر کردی من چجور آدمی هستم؟ باز قیمت رو میبرن بالا، چشاشو میبنده تکیه میده به صندلی. قیمت بعدی رو که میگن میگه بی زحمت پشتش هم دوتا امضا بزنید. خوشبختانه رونق اقتصادیمونم که داره سر با آسمون میسابه. انقدر بازار خرید و فروش داغه که یه عده حتی دارن تلویزیون خونه‌شون هم میفروشن. انقدر بازار خرید و فروش داغه. آدم میشناسم که فرش زیر پاشم فروخته. یه سری به این سایت‌های خرید و فروش بزنید. خیلی ها لیوان میفروشن. یک عدد لیوان. برید ببینید. یک عدد لیوان نوشته 1000 تومان. رونق اقتصادی داره قل میزنه، همجوری سر ریز کرده دیگه. همه در حال خرید و فروشند. بفروشین تا بازار خوبه. بفروشین. دو روز دیگه این رونق اقتصادی از بین میره، دلتون میسوزه ها. گفتم. خیلی ممنونم که تا این لحظه در کنار ما بودید. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه و در پناه خداوند بزرگ آرامش داشته باشید. خیلی ممنونم. شب بخیر. خداحافظ. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون.